رسیدیم به بخش نتورک ایجاد، بخشی که شما دوستای عزیز برای ما کامنت های قشنگ و خنددار و طنز و جوکا و نگیره میدم هرچی هنرنمایی و تراوش دارید میفرستید. بنده من جارو برقی اینجا یک وسیله، اینا رو جارو میکنم و اینجا براتون میخونم که بخرید. چرا؟ بنده... تو خیلی اومد اینجا همین الان سینفیز آروم و بیتر شده. خیلی واقعا خوب کردی اومدی، چون میگم هفته پیشم خیلی خوب بود، خیلی هم کامنت های مثبت. همه کیان؟ همه مام بابا تو میگی؟ آیدیتون عوض نکرده بودن؟ نه عوض نکرده بودن. یه عکس از میثاق میگیرم میذارم، بچه هرچی دلتون میخواد زیر عکس ها بنویسید ولی طنز باشه، یعنی موارد قابل استفاده رو بذارید زیر عکسش. ببینم از چهره جذاب و در واقع شاد میثاق میتونید ایده بگیرید برای جوک؟ کامنت های خوبه. بذار واقعا این همه مو بالای این لیوان تصویر بسیار زیبایی رو میسازه که آقا جان جوک مطلب طنز تو اینستاگرام فیسبوک تو برو ببینم چی کار میکنی. ای والله خب خدمتتون عرض بکنم که استقبال کنی که بیان رو کار بکنم، بذار سب کن ببینیم چی کار میکنی بعد مردم رو به استقبال دعوت کن. رضا گفته که چرا توی سریال های ایرانی همیشه مریضا رو انتهای راه رو سمت راست بستری میکنه؟ در اول دست چپ هم که میدونی چیه؟ دستشویی. همیشه همیشه. یه سوال ازت میکنم ببینم میتونی جواب بدی یا نه، ببینم چقدر هوش و ذکاوت داری اینقدر ادعاد میشه. پریسا گفته تلفظ صحیح چهارمین روز هفته کدامه؟ چهارشنبه، 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 چهارشنبه. من انقدر مدهوش این برنامه هم که همه چهارشنبه میگم چندشنبه. تلفظ صحیح چندشنبه است. خب کدومه؟ چهارمین روز هفته کدومش بود؟ چهارشنبه. خب فکر میکنی لیسانس هم داری، سواد هم داری، چهارشنبه پنجمین روز هفته است، چهارمین روز هفته سه شنبه است. بله خسته نباشی. ترانه گفته پشت سر هر انسان موفق یک عالم حرف است، مثل پدستگ دوز. این یکی شماره تلفنشو فکر کنم به عنوان آیدیش نوشته 10 11 22 29 33 91. بس که اینستاگرام و فیسبوک شرایطو سخت کردن، 200 شماره باید بزنی که آیدیتو قبول بکنه. به مامانم میگم گشنمه، میگه تخم مرغ هست، روغنم هست، نونم هست، برو هر چی دوست داری درست کن. به نظرتون الان برم قرمه سبزی درست کنم یا فسنجون؟ با این وضعیتی که قیمت گاو و گوسفند پیدا کرده از این به بعد جلوی پای عروس داماد باید تون ماهی باز کنم. سینا من بخونم. فخارزاده گفته نه که ما مغز نداشته باشیم، نه ما فقط خسته تر از اونی هستیم که فرار کنیم، باز اگر قل خوردن مغزها بود ما هم مشارکت میکردیم. بذار بعدی رو من بخونم، خسته شدم. بذار چون این طولانی قربونت برم، تو هم خلاقیت زیادی داری در جوک خوندن، یه دفعه داستان بخندم به همه جوکا راحت باشن. نه نه الان یه دونه جوک میدم تو بخونی. رضا گفته که به دوست دخترم زنگ زدم، اونم داشت با هندز فری با هم حرف میزد که اگه کسی اومد بگی دارم آهنگ گوش میدم. گرم حرف زدم بودیم که یه دفعه مامانش درو باز کرد اومد توی اتاق گفت با کی حرف میزنی؟ دوست دخترم هول شد گفتش که آهنگ مامان. مامانش هم گفت بده گوش کنم. هیچ دیگه الان نیم ساعته دارم بری باخ بری باخ میخونم، مامانش هم داره میرقصه. بیا اینو بخون. بچگی من بوده. آره دقیقا. خب سید جلیل نوشته که خیلی دوست داشتم من تو آمریکا پیش خونه بودم بودن، ولی حیف اونا اینجا. برو برو بعدی بخون. خب کدوم ولی میری که پژمان اطلس 26 نوشته دختره تو اتوبوس از ایستگاه اول تا آخر دستش رو دماغشه، یک ساعت بهش زل زدم بلکه خجالت بکشه. پکشته من میگه آقا من نامزد دارم. ادای دست تو دماغ کردن دختره رو در آوردی؟ مثلا بچه دختره دستش تو دماغش بوده و اشاره میکنه میدونی یه موقع بچه ها فکر نکنن جای دیگه است. ناهید گفته جالبترین عضو بدن انسان مغزه، چون از بد و تولد تا زمان مرگ کار میکنه، فقط سر جلسه امتحان و سر خطبه عقد از کار میفته. مورد داشتیم پسره با پدرش رفته بیرون، پلیس پدره رو گرفته گفته خانم کی باشن؟ عروسه میره عیادت مادر شوهرش میپرسه بهتر شدی؟ مادر شوهرش میگه تب داشتم، تبم قطع شده، فقط گردنم درد میکنه. عروسه میگه ایشالا اونم قطع میشه. آیدین گفته که یادش بخیر یه زمانی با 200 تومانی میرفتیم مغازه با 4 تا چیپس و 3 تا یخمک و 2 تا لواشک و یه بستنی مگنوم میومدیم بیرون. الان دیگه نمیشه، همه جا دوربین گذاشتن. الان دیگه برم با چک و یه دونه لگد میام بیرون مغازه. امروز یه دختره رو نیمکت کنار پارک دیدم نشسته داره گریه میکنه، منم احساس همدردیم گل کرد رفتم کنارش، دستم انداختم روشونش رو گفتم عزیزم چیزی شده، برگشت نگام کرد جیغ کشتم از محل گریختم، دختر نبود که پسر بود، حواسم نبود که کلیپس نداره.
اینو شبنم گفته. بچه از باباش میپرسه ما چند خط زیر خط فقریم؟ باباش میگه اگه یارانمونو قطع کنه میریم صفحه بعد. کلا اینو شبنم جان گفته بود. یلدا گفته الان نه کوله روشنه نه بخاری. بابام نمیدونه دقیقاً باید چی کار کنه توی خونه. الکی راه میره در کابینتا رو باز و بسته میکنه. تلویزیون خاموش. بیا بعدی رو تو بخون عزیزم. که ناکام از دنیا نری. باتری موبایل تموم شد. بده. قفلشو باز می‌کنی واسه من؟ یعنی بفرمایید. خیلی ممنون. آروم باش. هستم. امیر عبدی 15 نوشته دقت کردین موقع خوردن چلو کباب سین رو صاف بشین تو. دقت کردین موقع خوردن چلو کباب درصد حواست به اینکه کباب زودتر از برنجت تموم نشه. معما میگه معما. بده من دقت کردین موقع خوردن چلو کباب 90 درصد حواست به اینه که کباب زودتر از برنج تموم نشه. چرا 90 اون بره این خدایا. بده من. بیا درست بنویسین تو بابا. پسر خاله 5 سالم آورده بودم اینجا کمتر بهش. عزیزم ما آمریکا بزرگ شدیم به خاطر همینه. بله. تو خواب به مامانم میگم اگه بمیرم چی کار میکنی؟ یه نگاه بهم کرد و گفت یه مجلس واسط میگیرم تا چشم عمه‌ها در بیاد. اینجوری نگام نکنید به خدا. کوچیک بودم دوست داشتم. دوستم داشت. بده من. اینم بالا. محمد مقدادی گفته که از یه نفر آدرس سخت میپرسن. یه ذره فکر میکنه میگه میشه نری. مهیام میگه که یه بار سر کلاس خواب بودم. استاد اومد بالای سرم بیدارم کرد گفت خواب بودی؟ منم هول شدم گفتم نه استاد دراز کشته بودم. نفس برامون فرستاده که در پی اعتراضات تیم تراکتورسازی تبریز فردوسون فوتبال به ناچار اعلام کرد اول تراکتور دوم شد دوم سپاهان اول. حسین گفته که داشتم اتاقم رو جارو برقی میکشیدم و در حینش آهنگم گوش میکردم. هنسفری تو گوشم بود. ولوم بالا شروع کردم با جدیت تمام جارو کشیدن. بعد از 5 دقیقه مامانم زد روشونم هنسفری رو در آوردم گفتم جانم مامان. گفت لااقل جارو برقی رو روشن کن. شیما گفته که شناگر ایرانی از بین 8 نفر 8م شده. اون وقت مربی ایران میگه که خیلی فراتر از انتظار ما ظاهر شده. فکر کنم انتظار داشته غرق شد. اینو شما بخونید به عنوان حسن ختام ببینم بلدی. نگید دوباره تلفن رو ازم. اگر درست بخونی نمیگیرم ازم. خب روزبه همینی نوشته 3 جمله‌ای که احساس زنان رو متحول میکنه. 1 دوستت دارم. 2 ریختم به حسابت. 3 چقدر لاغر شدی. میگن این آخری کشته هم داشته. خوب بود واقعا پیشرفت کردی از هفته گذشته و من واقعا به افتخار میکنم. منم به خودم و امیدوارم که نه خوب خوندی بذار ببینم چیز دیگه مونده. چرا یکی از دوستانمون اتفاقا یک مطلبی رو فرستاده بود. حیفه بگم چجوری بخونم. نه الان بهت میگم یه دوستی یه مطلبی رو فرستاده بود که دلم میخواد بخونم فقط واسه اینکه بگم خوندم و فقط تقصیر خودت که این مطلب رو فرستادی جای اونی که بعد میفرستادی. پیداش کردم اینه. فیروزه ماهربان برامون فرستاده که سینا چه فایده؟ من چند تا فرستادم ولی نخوندی. خب این تعداد جوک ها تعداد مطالب زیاده شانسیه دیگه. ممکنه مالی یه نفر رو نخونم مالی یه نفر دیگر رو بخونم. شانس شما الان و مطلبی که از شما خوندم این بود به جای مطالب طنزی که برامون فرستادی. حالا چون چشم خورد یکی دوتا دیگه هم بخونم بعد تمام کنم. نه قول میدم خسته نشدم. ایمان برامون فرستاده من ازت حاملم آخرین تلاش های عادل فردوسی پور برای نگه داشتن کیروش. کارلوس کیروش. خب ما حالا احیانا ما کلا اسمایی رو که به نظرمون چیزه فرقی نمیکنه اینا رو عمر مثلا عوض میکنیم. یه دونه کنکون بود چی میگفتن؟ کانکن میگفتن. آخه چرا؟ خب دی جی الکترونیک هم گفته بعد از قلب پسرها چین پرجمعیت ترین جای دنیا شناخته شده. راهله هم گفته که به یک شماره ناشناس اس ام اس دادم نوشتم خیلی گاوی جواب داد. شما کی هستی؟ من از کجا میشناسی؟ لویی هم گفته وقتی سگ میشیم دقت کردیم وقتی سگ میشیم هیچکی دوستمون نداره ولی وقتی خر میشیم همه عاشقمون میشن. چرا اینقدر بین حیوانات فرق میذاره؟
خسته نباشید. دوستان عزیز در خدمت شما هستم، همراه شما هستم.